و خبری از مالزی، واحدی از پلیس کشور مالزی موسوم به پلیس اسلامی، 35 تن از شیعیان کشور مالزی را در ایالت جوهر بارو بازداشت کرد. این نیروها با محاصره حسینیه شیعیان در ایالت جنوبی جوهر بارو هنگام خواندن دعای کمیل به این حسینیه یورش بردند و بدون هیچ توضیحی شیعیان مالزیایی را بازداشت کردند. به گفته منابع آگاه محلی این شیعیان در دادگاه شریعت مالزی محاکمه خواهند شد. پلیس مذهبی ایالت مالاکا هم ماه جاری میلادی یک پدر و پسر شیعه را در شب عاشورای حسینی به دلیل برنامه ریزی برای عزاداری دستگیر کرد. پلیس همچنین 30 شیعه پاکستانی مقیم مالزی را در شب عاشورا به اتهام تجمع در حومه کوالالامپور بازداشت کرد که 22 تن از آنها به دادگاه شریعت مالزی انتقال یافتند. پس از این بازداشت ها گروهی از شیعیان مالزی طی نامه ای از رهبران این کشور خواستند به شیعیان اجازه داده شود تا مناسک مذهبی خود را آزادانه و بر اساس قانون اساسی فدرال و مطابق یک بیانیه بین المللی که در سال 2004 رهبران مالزی از جمله عبدالله احمد بداوی نخست وزیر سابق این کشور آن را امضا کرده اند انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ هم پیش از این طی بیانیه‌ای اقدامات برخی کشورها مانند مالزی را در سرکوب و دخالت در مراسم شیعیان مخصوصاً در عزاداری‌های ایام محرم و روز عاشورا محکوم کرده بود.